بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و خستنب باشید خدمت شما شاگردان عزیز امیدوار هستم هر کجای افغانستان که هستین خوب و صحتمند باشین امروز ما با همدیگه خلاصه و سوالات فصل هشتمه کار میکنه ما در فصل هشتم در مورد اکوسیستم، اجزای اکوسیستم، انواع اکوسیستم خواندیم که امروز با همدیگه یک مرور می داشته باشیم به خلاصه فصل و همچنان حل سوالات فصل. در کتابتان خلاصه فصل نوشته کرده من اینجا برای شما عنوانهای مهم از خلاصه فصل بیرون نویس کردیم که با همدیگه ای را مطالعه میکنیم ما در این فصل اکولوژی را خواندیم می گفتم که اکولوژی علمی هست که اجزای زنده را با محیطش مقایسه میکنه تحت بررسی و مطالعه قرار میده. پس اکولوژی علمی هست که اجزای زنده را با محیط مطالعه میکنه. بعد از اومدیم ایکوسیستم را گفتیم که ایکوسیستم علمی هست که اجزای زنده و غیر زنده در یک محیط مطالعه میکنه. ایکوسیستم علمی هست که اجزای زنده و غیر زنده در یک محیط مورد مطالعه قرار میده میریم سر اجزای اکوسیستم ما گفتیم اجزای اکوسیستم دو نوع هست یکی زنده و دیگر غیر زنده اجزای زندهش گفتیم شامل تولید کنندگان مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان هست و غیر زنده شامل آب، خاک، ریک، آفتاب، و غیره می میم سر انواع اکوسیستم. انواع اکوسیستم با دو نوع بود. یکی اکوسیستم خشکه و یکی اکوسیستم آبی. اکوسیستم خشکه را گفتیم شامل جنگلات، بیابانها، کوهها و غیره می اکوسیستم آبی شامل دریاها، چشمه ها، ابها و آبهای تازه میشه. بحث بعدی ما که در این فصل بود بایوم بود. بایوم ها ما تعریف کردیم در درس های گذشته گفتیم وقتی که یک موج... یکی... یک قسمت از موجودات زنده در یک محیط خاص تحت شرایط خاص زندگی بکنن یک بایوم ها چی میتن تشکیل میتن پس بایوم چی بود میگیم که یک تعداد از موجودات زنده که در یک اقلیم خاص زندگی بکنن یک بایوم ها. چی میکنن؟ تشکیل میدن مثلا موجودات زنده میتونیم مثال بر شما در بایوم بزنیم که حیواناتی که در بیابان ها زندگی میکنن و در امو خشکی و گرمای که یک اقلیم خاصی هست خودشان تطابق دادن اینا یک بایوم تشکیل میدن میم سر موضوعی بعدی که عمل متقابل در ایکوسیستم هست ما در درس گذشته هم گفتیم که در یک ایکوسیستم عمل متقابل بین موجودات زنده و موجودات زنده موجودات زنده و موجودات غیر زنده وجود داره که این عمل متقابل اگر وجود نداشته باشه ایکوسیستم نظمش به هم خورده و امکان داره که موجودات زنده از بین بره. این بود از خلاصه فصل هشتم مباحثی که خیلی مهم بودن و ما در این فصل با همدیگه با جزئیات مطالعه کردیم میم سر سوال های فصل هشتم سوال های اول سوالات تشریعی هستند که سه سوال داریم در سوال اول گفته اکوسیستم و اکولوژی را تعریف کنید میم میکوسیستم تعریف میکنیم میگیم که ایکوسیستم علمی هست که اجزای زنده و غیر زنده را در یک محیط مطالعه میکنه اکولوژی را تعریف میکنیم میگیم اکولوژی علمی هست که اجزای زنده و اجزای زنده را با محیطش تحت مطالعه قرار میده میم سر سوال بعدی اجزای زنده و اجزای غیر زنده یک اکوسیستم را نام بگیرید اجزای زنده گفتیم شامل تولید کننده ها که انواع و اقسام نباتات بود مصرف کننده ها که انواع حیوانات بودند تجزیه کننده ها که فنجی ها و باکتری ها و پروتستاها ها بودند این شامل اجزای زنده یک اکوسیستم بود اجزای غیر زنده یک اکوسیستم عبارت از خاک، رگ، آب، درجه حرارت، آفتاب، روشنی و غیره بود میهن سر سوال سوم گفته ایکوسیستم چند نوه است؟ نام بگیرید ایکوسیستم گفتیم دو نوه هست ایکوسیستم خشکه و ایکوسیستم آبی ایکوسیستم خشکه شامل جنگل ها، کوه ها، و دشت ها و بیابان ها بود اکوسیستم آبی هم شامل اکوسیستم بهری اکوسیستم آبهای تازه اکوسیستم دریاها، ها چشمه ها و غیره بود سر بخش دوم سوالات که سوال های چهار جوابه هست گفته یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و حیوانات و نباتاتی که در آن زندگی می عبارت از یک خانه خالی است الف ایکوسیستم بایوم جیم ایکوسیستم خشک دال ایکوسیستم بهری ما در تعریف بایوم گفتیم که یک منطقه مشخص اقلیم مشخص حیوانات و نباتاتی که در روز زندگی میکنن عبارتند از یک بایوم هست پس گزینه ب گزینه درست سوال ما هست میایم سر سوال آخری ما که گفته پلانکتون ها با انجام عملی فتوسنتز خانهخالی هستند الف هتروتروف ب اوتوتروف جیم تجزیه کننده دال مصرف کننده ما گفتیم پلانکتون ها حشرات کوچکی هستند موجودات کوچکی هستند که در امعاق دریا یا ابهار زندگی می کنند اوتوتروف هستند عملیه فتوسنتز انجام می تن و خودشان یکی از تولید کننده های زنجیر غذایی در اکوسیستم ابهار هستند ای بود از سوالهای فصل هشتم امیدوار هستم که جوابا را به شکل درست فهمیده باشین و در کتابچه های خودتان حتما یادداشت بکنین به خاطر امتحان کانکورتان این بود از خلاصه فصل و سوالات فصل هشتم امیدوار هستم یاد گرفته باشین اگر نتونستین که ما را از تلویزیون ببینین میتونین از کانال تلگرام و یا هم چینل یوتیوب ما ما را تعقیب بکنین تا درس بعدی شما را به خداوند پاک و مهربان میسپارم